خشایار. جونم آقا جون. مهمونی تموم شد. برو خونتون. جان؟ طوری شده؟ مگه باید طوری بشه؟ بابا قدیما داماد تا شب عروسی دختره رو نمیدید. حتی از ترس پدر زنش دوربر خونه پیداش نمیشد. الان جوانای امروزی تا بله رو میگیرن، کنگر میخورن، لنگر میندازن. بله از این زاویه کاملا حرف شما درسته. از هر زاویه ای نگاه کنی من درست میگم. بچه رو وایسادی، برو دیگه. چه کاری آقا جواد؟ بذار امشب اینجا بمونه، فردا صبحم سر راه قبادو میرسونه باشگاه. خیلی خوب. چی میخوای اینجا؟ آب. پس چرا معطلی؟ بخور. دیگه تشنت نیست؟ نه. گشنه چی؟ نه. بیا بیا گلم. بیمتک خوابیدن هم درد سری ها. عادت داشتی که؟ عادت دارم، مشکل از خوشخواب شماست که طبی نیست. بابا جان بیا این سویچو بگی برو ماشین روشن کن، من برم یه خدافزی کنم از مینا برگرد. من دیشب دفعه تو خدافزی کردم. آقا جان این زن حق منه، عشق منه، سهم منه. چی گفتی؟ چی گفتم؟ هیچی. میگم بریم دیگه دیر. باور کن من فقط بهشون گفتم که آقای رستمی کمک کرده تا استعدادهای قباد جان شکوفا بشه. حالا به من چه؟ اونا حرفای منو برداشتن یه جور دیگه تحریف کردن نوشتن. آقا ناسلامتی، من شوهر خواهرتم. زبونتو گاز بگیر. ببین تو چه بخوای چه نخوای، من شوهر خواهرتم. ای باید به من احترام بذاری، احترام متقابل. من نمیتونم تا آخر اون منت تو رو بکشم که با من آشتی کنی. دروغ میگم مگه؟ خواهر شما رسما شرعا قانونا همسر بنده است. دوستشم دارم. هر کاری میکنم برای اینکه خوشبخت بشه. آقا اصلا تو هم بیا خواهر منو بگی، والا اگه ما حرف بزنیم. تو خواهر داری؟ نه. خب بزن کنار. آقا به من چه که خواهر ندارم. میگم بزن کنار، کار دارم. میخوای چی کار کنی ها؟ میزنی کنار یا نه؟ تو چرا یه وقت زود جوش میاری؟ چی شد الان؟ خواهم بشین خوش فرمون. از اول بگو بیا بشین. بیا بشین. حالا حالا ها باید دنبالم با دایی تا دلم رو به دست بگیرم. من نوکر تمام قباد. من 100 سال بیدم دنبال شما. یه دقیقه بایس منم بشین. قباد! 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 قباد بایستم! زمانی!
همون اجرا کن. کیک هم بذاریم برای آخر مدرسه. تکلیف تقدیرها چی میشه؟ کیا رو بگم بیام بالا؟ راستی حواست باشه. کیو اصلا بیشتر تحویل میگیری؟ جواد مسعود. آفرین. یه جوری هندونه بدین زیر بغلش فردا بیاد با باشگاه قرارداد امضا کنه بره به کارش. حالا امر دیگه نری. برو، برو به کارا برس. سلام. سلام. چرا انقدر دیر کردی؟ آیا به خاطر تو نبود که 100 سال پامتون خراب شده نمیذاشتن. ببینم تو چند وقته داری حرفه‌ای بازی میکنی؟ خیلی وقته. چطور؟ خب تو این مدت یاد نگرفتی وسط فصل شماره بازیکن عوض نمیشه؟ برای اینکه خیالت راحت بشه گفتم از سازمان لیگم استعلام کنن. جواب اونا هم همین بود. بس یعنی شماره هم برمیگردن؟ اصلا نرفته بود که برگرده. و فردا میای سر تمرین. دیگه هم ادای شورشیا رو در نگیر وگرنه این دفعه خودم با تیپا باشگاه پرتت میکنم بیرون. آخ آخ آخ. چه حالی گرفته باشه از این پسر قباد. من میرم آماده شم. فعلا. به به سیاوش خان رستمی چطوری بابا؟ چطوری امین؟ خدا رو شکر خوبی تو؟ چیکار کردی برام؟ مرد ناسبی آدم بازیگر مهمون میخواد دقیقه 90 میگه؟ نمیاد؟ نه چرا میاد؟ اومدنش که میاد متو اینا نیست خود نازعده دارن دقیقه 90 هم که میگیم ببینن دست تو بوس گردو همچین ویرو میبرن بالا حالا چی میدین؟ بچه ها میدن پذیرایی کنن دیگه میوه، نهار، شیرینی. آقای رستمی میگم همچین یهو باشگاه نیفته تو چاله ورشکستشین. پول چقدر میدید مایه؟ مگه مایه هم باید بدیم؟ ببخشید شما تا سر کوچه مجانی میری که من خیرابی بدارم اینجا برای شما مجانی قصه بگه؟ خیلی خوب میگم دوتا نیم سکه بهش بدم. خوبه؟ دوتا نیم سکه سعید جلالی هم نمیاد قربون شکل ماهت برم. چهار تا سکه خوبه؟ پنج تا سکه تمام اونم به خاطر توی رستمی. بعدم اینکه این فرزاد فرزین بدلیه چطوره؟ این حرکاتشو اینا در اومده وقت لونره؟ بله چهار پنج نفر گذاشتم دارن باش تمرین میکنن این حرکاتشو اینا رو در بیاره. این سیاوش خیرابیه که اصله فیکه نیست. بابا این خیرابی اصلشه که دیگه من قلابیشه بدارم برات بیارم. یه پنج سکه میذاری که به دستش میاد اینجا تا شب از استیج پایینم نمیاد. خاطرات دلنوازان فاصله ها ترانه مادری 352 آوای باران جواد فرشته همه رو برات تعریف میکنه. خیلی ممنون آقای رستمی. همه چی عالیه. یعنی بهتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردم. امیدوارم همه چی خوب پیش بره امشب. آقای محمودی هستن، امین محمودی، مدیر برنامه‌ی سیاوش خیرابی. این بازیگر است که شیرین حرف می‌زنه. مردم خیلی دوستش دارن. به هر حال خوشبختم. سلامت باشین. منم خوشبختم. اگه اجازه بدین که برم این دو سه ساعت علاف می‌کنه آدمو در زودتر بیارم این پسر رو. با اجازهتون. خواهش می‌کنم. واقعاً دستتون درد نکنه شوله خانم. سنگ تموم گذاشتیم برای دوستت. خواهش میکنم. آخه فقط دوستم که نیست. خواهرمه، دختر همسر سابقمه. دلم خواست یه کار اساسی براش کرده باشم. تازه از همه مهمتر شریکمه. خانم شوله امکان چسب به صورت من با دقت نگاه کنین؟ بله. گوشای من درازه؟ نه گوشه دراز که نداریم. خب لطفا من خرف عرض نکنین. دور از جون، این چه حرفیه؟ میگم بیاین با هم رو راست باشیم. من باور نمیکنم شما فقط به خاطر ابراز ارادت خالصانتون به خانم نسترن این مراسمو برگزار کرده باشین. یه نقشه‌ای تو سرتونه که من دوست دارم از زبون خودتون بشنوم. این بدبینی بیش از حد شما قابل تحسین آقای رستمه. واقع‌بینی. من میگم واقع‌بینی اگر اسمشو بذاریم قشنگ‌تر. ولی شما دارید اشتباه میکنید. حالا اسمشو هر چی بذارید. بسیار خوب. پس فعلا باشه من راستشو بهتون میگم اما یه شرط داره قول بدین کمکم کنید به به آقا نیما دوباره اومده بودی مهنت کشی دیگه نه خیر اومده بودم شمارمو پس بگیرم پس نمیدم بود پس نمیدی؟ پس گرفتم از فردا میشینی نگاه میکنی منم با شماره خودم بازی میکنم داری دروغ میگی بلوف میزنی حالا حالا مونده بتونی جای منو بگیری شماره 10 رفت بای خانم مستنی اینجاست؟ هر جا هست اینجا نیست عقب عقب دارم پی میکشم آقا رستمی چطور؟ ایشون هم تو سالن جشنه بفهم بیرون دارم تایی میشه
باریکلا باریکلا شماره منو دادی رفت دیگه. با هم حرف میزنیم قباد جان، شلوغ نکن. پس راسته، رستمی کجاست؟ شهر به پا نکن. رستمی کجاست؟ چه میدونم، همینجاست. کجاست؟ تو زمین چمنه بابا. ای بابا دوباره شروع شد. من صدونگ سهممو میخوام. من میدونم شما صدونگ سهمتون رو میخواین، اما چرا اینجوری؟ چه ربطی به این جشن داره؟ من قبل از هر کاری باید خودم رو ثابت کنم به هیئت مدیره، طرفدارا، بازیکن‌ها. باید بفهمن همه کاری باشگاه منم. که چی بشه؟ که رأی بیارم. دلم میخواد تو جلسه بعدی هیئت مدیره نصرم برکنارشه، من جاش بشینم. شما سهمتون رو میخواین یا ریاست باشگاه رو؟ من باشگاه رو میخوام. هر چی که بوستانی داره. اون با زندگی من بازی کرده. میخوام زندگیشو ازش بگیرم. همه دار و ندارشو. خونه، باشگاه. چطوری؟ با گرفتن یه جشن تولد؟ این فقط یه مقدمه است. من باید نمایش بدم. باید همه بفهمن که همه کار منم. اون وقت توقع داریم من به عنوان رئیس هیئت مدیره دست رو دست بذارم و ساکت باشم؟ من مجبورم به بوستانی گزارش بدم. یه دونگ. من حاضرم یه دونگ باشگاه رو به نام شما بزنم. یه شراکت منصفانه. خودتونم میدونید اگه 100 سال زیر دست این دختر کار کنی هیچی بهتون نمیرسه. اون لنگی پدرشه، فقط فکر خودشه. روکو پوسکنده بهم بگو امروز قراره چه اتفاقی بیفته. من امروز میخوام که قباد این اینجا چیکار میکنه؟ نکنه حرفامونو شنیده. به نسترن چیزی نگه. بفرمید. دختر اینقدر نخور، خیلی چاق شدی. مامان جون من کجام چاقه؟ اصلا به بچه اینقدر بخود تو بترکی. بله چشم. به بابات زنگ زدی؟ هرچی میگم ارتباط برقرار نمیشه. بهتر، حالا چیکارش اینقدر رابر را زنگ میزنی؟ مامان جون شما خودت پیله کردی، گفتی زنگ بزن تمام کارای این دختره رو گزارش بده. الانم میگم شعله کاراش خیلی مشکوکه، هر کاری میکنه باید به بابات بگی. من که نفهمیدم بالاخره باید چیکار کنم، ولی این شعله واقعا به نظر منم مشکوکه. تو این جشن تولد یه شری خوابیده. ببین من کی به شما گفتم. بدبین نباش، یه جشن دیگه شلوغش میکنی. باشه مامان جون، هر چی شما بگی. یعنی خفشم دیگه. من اصلا کی همچین حرفی زدم؟ من غلط بکنم همچین جسارت بکنم؟ شما تا شب حرف بزن من گوش میدم. ببخشیدا من وراج نیستم. عوض اینکه بری به من نگاه کنی بگو جشن که اگه ناراحت نمیشین امروز. منظورت چیه؟ نه اینکه آخه تازگی ها یه مقدار زود رنج شدیم. گفتم یه وقت خدای نکرده به دل نگیریم. زود قضاوت نکن، من زود رنج نیستم. عوض این حرف بگو چی بپوشم؟ به نظرم هم بنفشه خیلی بهتون میاد. قباد سلام نصر خانم، میشه تو کیپا بیاین پایین، کار مهمی باهاتون دارم. چرا صبر نکرده بیام باشگاه؟ حتما کار مهمیه که من این همه راه اومدم دیگه. بفرمایید. خیلی خوب، منتظر باش تا بیام. Come on!
بلش کن بیرم چی میگه. او چی کاری شما کجایی منو بیاری ها برای کنی خلا بخونی صدا نشنبم گوشش رو بگیر بده من گوسفند؟ گوسفند کیت میشه؟ دامادمونه گوشی میدم باش صحبت بکنم ولی اگه یه کلوم بخوای پس و پیش بگی که کجایی داری چی کار میکنی خفت میکنم الو الو سلام قباد این ماشین منو کجا پارک کردی من هرچی میگردم پیداش نمیکنم ماشینت که اونجا نیست عزیزم شما باید بری نه شما نباید بری نباید بری قباد درست حرف بزن ببینم چی میگی من چند روز دیگه عروسیمه باید پیدا کنم کلی کار عقب مونده دارم ای آخه اتفاقا جا داره که من این وصلت فرخونده رو به شما و مینا خانم تبریک بگم ایشالله که خوشبخت بشید شاد باشید کنار هم دیگه اتفاقا نسترن خانوم هم داره به شما تبریک میگه نسترن خانوم خیلی به تو مینا تبریک میگه بابات حالت خوبه؟ مطمئنی چیزی به سرت نخورده چرا اینجوری حرف میزنی؟ پرسیدی ماشینت کجاست دارم بهت میگم دیگه بفهم من نمیفهمم میدونم نمیفهمی این که چیز تازه ای نیستش که ببین نسترن خانوم خیلی داره به تو ماشینت سلام میرسونه از منزلشون داره به سلام میرسونه من فکر کنم تو واقعا مغزت رد داد آخه این چه جور حرف زدنه آدم اینقدر بیشور نمیفهمه دیگه گوشی بده من بهش بگو دیگه ببین گوسفند جان ماشینت دم در خونه خانوم بوستانیه برو اونجا دنبالش دیگه هم زنگ نمیزن اینجا بابا جمشید لومون دادی که با چرا همه چیش گفتی بابا من گفتم نگو خودت کجایی نماشینه اون میگفتی منم میتونستم اینا رو بگم دیگه یه ست دارم رمزی صحبت بگم شما خودت هم خیلی به فهم نیستی ها بله حالا الان کجا داری میریم ساکت سلام عمو جان سلام منو یادتون میاد؟ خیر سوال بعدتون چجوری منو یادت نمیاد؟ من آقا جواد اسپانسر باشگاه حقوق شما برامو تیمارستان دو تا کوچه بالاتره لطف دارید شما ولی من جسارتا با خودتون کار دارم یه سری کارتو بگو یا گم شو برو وقت ندارم یه پیشنهاد دوستانه بهتون دارم اونم اینه که شما صبح به صبح قبل صبحونه ناشتا یه لیوان گلگاو زبون بزن واسه این اعصاب لهتون خوبه پسر جان کارتو میگی یا نه؟ من آدرس خونه خانم بوستانی مدیرعامل باشگاه رو میخوام همین؟ همین دیگه نه قضیه از این قراره که قباد جا ماشین بنده رو گذاشته دم خونه خانم بوستانی مدیرعامل باشگاه و گوشیشون هم خاموش کردن و من نه دسترسی به قباد جان دارم نه خانم بوستانی اینه که مزاحم شما هم شدم اولا که ندارم دوما اگرم داشته باشم دلیل نمیدونم آدرس بدم به شما عمو جان من خواهش میکنم ازت تو اگه میشه یه کاری بکنید دیگه خیلی خوب حالا ببینم نقدینگی چقدر همراته تا ببینم میتونم کارت رو بندازم یا نه شنیده بودم فساد تو فوتبال بیداد میکنه اما فکر نمیکردم از در نگهبانی شروع شه چرا این پسر بیشور جواب نمیده پس ببینم این جشن کیه مامان جان هنوز یک ساعت نمیشه از من پرسیدی من شما آلزایمر داری من آلزایمر دارم قیافت آلزایمر داره مامان جان حالا چرا قاطی میکنی من که گفتم امروزه الان باید بگی ای من که خیلی وقته گفتم شما یادتون نمیاد باز گفتی یعنی من دیگه پیر شدم و باید برم تو گور نه بابا این چه حرفیه دور از جونتون ساکت شو خب خدا رو شکر قاطی بودم مثل اینکه تو خانواده ما موروثیه ببخشید اشتباه کردم دیگه از این اشتباه ها نکن چشم میگم کنم دیگه
کجاست اینجا؟ نسترن خانوم؟ نسترن خانوم کیه؟ ببخشیدا، ولی گوشی وسیله شخصیه. باشم نسترن خانوم هم خانوم بوستانی شماست. زنگ زده بگه کجا رفته، چی خریده، چی نخریده. حالشو ندارم، قطع کن. بده با رد تماس. آقا باید کار داره، برو. میمونتی زودتر بگی جشن امروزه؟ دوباره چی شده؟ من که گفتم اشتباه کردم. آخه من الان چی بپوشم؟ مامان جان شما الان 30 سال قبل از هر مراسمی 2-3 ساعت میپرسی چی بپوشم؟ آخرم مانتو بنفشه رو میپوشی. خجالت بکش، من مسخره میکنی؟ نه. بلدی بازی کنی؟ بله بلدم، خوب بلدم. بزن ببینم چی کاره ای؟ نه اونقدر خوشم نمیاد. چرا؟ دقت و تمرکزو میبره بالا. بزن. این کاره نیستی. شاید من این کاره نباشم، ولی شما خیلی این کاره ای. خوب بلدی آدم رو دور بزنی. من فکر کردم مرد مردونه می از ما حمایت میکنی، و رفتی با خانم دست به کی کردی علیه ما؟ رسمش اینه؟ ما؟ ما کدومه؟ چرا بی خودی خودتو جمع میبندی؟ شاید من نستر خانوم هنوز ما نشده باشیم، ولی بالاخره بله رو میگیرم میریم سینه سخ ما میشیم دیگه. موقع شما رود میشه تو چشای من نیا کنی؟ نه رود میشه خداییش؟ این پسر جون، قضیه اصلا اون چیزی نیست که تو دیدی شنیدی. قرار نبود کسی چیزی بفهمه، اما حالا خودت متوجه شدی مجبورم برات توضیح بدم. این یه نقشه است که من و نسترن خانوم با هم کشیدیم. یعنی چی؟ نسترن خانوم نگرانه، میگه این دختره بی خودی از اون ور پا نشده بیاد اینجا، یه نقشه هایی تو سرشه، میخواد باشگاه رو بالا بکشه. از من خواست از نفوذم استفاده کنم، از زیر زبونش حرف بکشم. منم قبول کردم. یعنی شما هنوزن طرف ما این؟ معلومه. شما رو ول میکنم هیچ اصلا به کسی که نمیدونم از کجا اومده و چی میخواد. پس به ما خیانت نمیکنین دیگه. پسر جون، بوستانی بزرگ به من اعتماد کرده، این باشگاه رو به من سپرده. به این سادگی ها اعتمادش رو به لجن نمیکشم. فهمیدی؟ آقا سیاه، شاید من ساده باشم، ولی دیگه اینقدرم خر نیستم. شما دارین این حرفا رو میزنی که منو بپیچونی. من از اینجا یه راست میرم پیش نسترن خانوم. شاهد خودش از غیب رسید. سلام نسترن خانوم. نه باشگاه نیستم، بیرونم با قبادم. آره خبر دارم اومده بود جلو منزل شما. قضیه چی آقای رستمی؟ چرا من رفتم دم در نبود؟ قضیه مربوط به اون ماجراست دیگه. چی شماره لباس؟ آره مثل همیشه شاکی شده. یه جوری اینو تفهیمش کنید که نمیتونه اون عددو انتخاب کنه. این پسره واقعا رفته رو نرو من. یعنی اگه به خاطر پدرش بود تا حالا من 100 بار از اون باشگاه انداخته بودمش بیرون. شما نگران نباشید، من تمام ماجرا رو به صورت مقصود براش تشریح کردم. جای نگرانی نیست. خب آدم سلام میرسونه. متوجه حساسیت ماجرا هم هست. بهش هم بگید دفعه آخرش بشه دم در خونه من پیداش میشه، پسر کنزه. 100% با این حرفتون موافقم. میگه وقتی اومدم دم در نبودی حسابی شاکی شدم، پکر شده، عشق دیگه. آره آره من که باور نمیکنم. حالا نسترن خانم تا کجا معلوم خودش باشه؟ آقای رستم یه جوری بهش بگو به دل نگیره، یه وقت دلش نشکنه ها. چی شدی؟ قباد؟ الو الو چی شد؟ الو قباد چی شدی؟
دیگه نمیخوام ازن دلخورشه. دیوونه من شده، میخواد برم دیوونه ششم. ببخشید نسترن خانم، قطع و وصل شد، متوجه نشدم چی گفتین. هیچی، فقط گفتم حواستون به این باشه، این بچه ننه است، یه وقت همه چی رو میذاره کف دست باباش، اونم میذاره زیر قرارداد، همه کاسه کوزه‌های ما خراب میشه. شما نگران نباشید. باشه، پس تو باشگاه میبینمتون. باشه، خدافظ. پسر نکبت، دیدی به دروغ نگفتم؟ قباد، قباد چت شد؟ بذار برم برات آب یخ بیارم. بازم بذار پرترش کن. سلام، چی شد؟ با هر جون کندنی بود سر و ته قضیه رو هم آوردم. دستتون درد نکنه، ممنون که قبول کردین به من کمک کنید. خواهش میکنم. البته من هنوز پیشنهاد شما رو قبول نکردم، فقط گفتم بهش فکر میکنم. اشکالی نداره، در موردش فکر کنید، ولی اینو بدونید من به کمک آدم مثل شما خیلی احتیاج دارم، یکی که کرم کار باشه. حق با شماست، من کرم دارم، منظورم اینه که کرم کار دارم. فقط این پسره جوری نسران حرفی نزنه، بند و آب نده. شما خیالتون راحت باشه، من شیشتانگ حواسم بهش هست، نمیذارم با خان بوستانی تنها باشه. خیلی ممنون، فقط اگه میشه زودتر بیان، من اینجا یه عالمه کار دارم. باشه، فعلا. بخور قباد. قباد چیه؟ بخور، حالت جا بیار. موافقی یه دست بزنیم؟ بلدی شما؟ کجا اومد تو؟ باید پاد به زمین بچسبه. بله قباد، سویچ کجاست؟ سویچ کجاست چیه؟ جیب منه دیگه. تو واقعا راجب من چی فکر کردی؟ الان شعبده بازی کنم ماشینو بیارم؟ پس چی کار میکردم؟ میذاشمش در ماشین که ماشینو بدزدن؟ الان تو میگی من چی کار کنم؟ به من چه ربطی داره؟ هر کاری خود میخوای بکن، خداحافظ. یعنی اینا رو حالا میخوام از اینجا بزنم اونجا. قباد دیرمون شده، بجون بیا بریم. اینو بزنم میرم. قباد میگم تمومش کن بریم. اینو بزنم الان میریم. الان میریم. چون مادرت دیدی دیگه بزنم. بس دیگه. خیلی خوب بریم. یه دونه قباد بریم. سلام. سلام عرض کردم آقا. سلام خانم بوستانی، خوب هستین شما؟ اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا چی کار میکنم؟ اینجا خونه منه، شما اینجا چی کار میکنی؟ من هیچی، من داشتم راحت میشدم، خیلی اتفاقی ماشین خراب شد دیگه موندیم. واقعا خونه تونه اینجا؟ خجالت بکش، اون از قباد که زنگ میزنه فرار میکنه، اینم از شما که اینجا وایسای جاسوسی منو میکنی. من جاسوسی نمیکردم، باور کنید خانم بوستانی. من در ماشینم قفل شده بود، این داشتم بازش میکردم. نه شما گفتی ماشینت خراب شده، میگن دروغگو کم حافظه است. من دروغی نگفتم، خرابی در جزوی از خرابی ماشین حساب میشه دیگه، مگه غیر اینه؟ ببین برای بار آخر بهت میگم، بین من و قباد هیچی وجود نداره که تو بخوای کشفش کنی. الانم خوش اومدی، چون من خودم هزار تا بدبختی دارم، حوصله مسخره بازی شما رو ندارم. لطف عالی، مستعدم. چشم. Thank you.
سلام مامان، خوبی؟ ماما این چیزایی که بهت میگم و سری بذار توی آژانس به این آدرسی که برات پیامک میکنم بفرست. ببین سویچ یدک ماشینم به علاوه اون کوچلوار مشکی و مینا اینا هم خوبن. آره سویچ یدک ماشینم به علاوه اون کوچلوار مشکی و پیر. نه آقا جواد اینا همه یه دقیقه گوش بده ماما، سویچ یدک ماشینم به علاوه اون کوچلوار مشکی و پیرن آبیه. باشه خداحافظ، همه خوبن خداحافظ. خب قباد بالاخره نگفتی برای نسترن خانم کادو چی خریدی؟ با 2 میلیون نتونستم چیزی پیدا کنم که خاص باشه. به من یه ندا میدادی من پول میریختم تو کارتت، تو با من تعارف داری؟ نه بابا تعارف ندارم که، اتفاقا اون کادویی که خریدم 3 برابر پولی بود که شما به من داده بودی. شمارتون رو دادم به فروشنده، بعد از اون سعی میزنه میگه پولو براش واریز کنی. ما حساب کتاب داریم دیگه بالاخره. میگم قباد چقدر خوبه تو انقدر با من راحتی. نه اختیار دارین، من هر چی دارم از شما دارم. اینجا باید دور بزنیم فکر کنم. رینا بجام دیر شد، ناسلامتی این جشن واسه ما گرفتن ها، ما باید از همه زودتر برسیم. خب تیپم چطوره؟ به ترک چشم حسود و بخیل شدی مثل جوونیات، خوش تیپ و جذاب. مروارید غلطان من، دلم میخواد وقتی میرم روی صحنه باعث افتخار و سربلندی پسرم بشم. اون چقدر عطر زدی؟ وا من که عطر نزدم. من زدم. خاک به سرم، عطر منو زدی؟ ای بابا جنسیت چه فرقی میکنه، اصلش اینه که آدم باید بو بده. سلام به همگی. سلام. سلام آقا کازه. شما جلو برید، ما پشت سرتون میاد. باشه. عجب آدمیه این قباد، دیگه شروعشو در آورده. الان کجایی؟ خب ما میریم، تو هم خودت مستقیم بیا اونجا. خداحافظ. قباد که میخواد از این مسخره بازیش برداره؟ مگه چی شده؟ دیگه چی میخوایم بشه؟ پسرای بی ادب وسط خیابون خشیار از ماشین پیاده کرده، ماشینم برده اون سر شهر پارک کرد که به خیالش اذیت کنه. ای بابا مگه نگفت بخشیدمه؟ مگه نمیدونی که چطوری داره؟ بابا گفتی قباد چیکار کرده؟ قباد؟ آره دیگه قباد داداشم رفته یه جایی کار خیلی انجام داده، بعد می‌خواسته کاملا پنهونی باشه ولی ما فهمیدیم، بعد فهمیدیم که داداشم چقدر دل بزرگی داره. دیره دیگه. آره بریم. بابا من میام. بریم.